گزارش لالیبر بلژیک درباره محاکمه دیپلمات تروریست رژیم. نامه رئیس امنیت بلژیک به دادستان فدرال. طرح حمله به گردهمایی اپوزیسیون ایران تحت هدایت رژیم ایران بوده، نه ابتکار شخصی اسدالله اسدی. 4 تن متهم به اقدام به قتل تروریستی و مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی هستند و ممکن است با 20 سال زندان روبرو شوند. شخصیت‌هایی که در سال 2018 به ویلپند دعوت شدند، جزء شاکیان خصوصی در این پرونده هستند. روزنامه لالیبر بلژیک 1 آبان 99 نوشت انتظار می‌رود محاکمه 4 متهم از جمله 1 دیپلمات رژیم ایران که در آنتورپ محاکمه خواهند شد تا پایان ماه نوامبر آذر ماه انجام شود. در شامگاه 30 ژوئن 2018، 9 تیر 1397، امیر سعدونی در محل پلیس فدرال در آنتورپ مورد بازجویی قرار می‌گیرد. این ایرانی که ملیت بلژیکی را نیز به دست آورده است، در اولین دقایق بازجویی نشان می‌دهد که موضوع فوریت دارد و جدی است. او که در حومه بروکسل همراه با همسرش در 1 مرسدس بنز به سر می‌برد، در زمانی دستگیر شد که در بعد از ظهر همان روز قرار بود گردهمایی سالانه مجاهدین خلق، اپوزیسیون ایران علیه رژیم آخوندها برگزار شود. اداره امنیت دولت بلژیک اطلاع داشت که این زوج در حال آماده شدن برای ارتکاب 1 حمله خونین در سالونی پر از صدها حامی و مهمان معتبر، نه تنها از حزب جمهوری خواه آمریکا، بلکه از سیاستمداران فرانسوی مانند برنارد کوشنر، رامایات و اینگرید بتانکورت هستند. سعدونی در اولین بازجویی خود چگونگی نزدیک شدن اسدالله اسدی با اسم مستعار دانیل به خودش را در چندین سفر به ایران پس از اینکه توسط سرویس‌های مخفی رژیم ایران راستی آزمایی شد بازگو می‌کند. 3 ماه قبل از این حمله اسدی برای اولین بار با سعدونی و همسرش در مورد عملیاتی که قرار است در ویلپند علیه مجاهدین خلق انجام شود صحبت کرد. اسدی طی جلسه‌ای در لوکسامبورگ بمب و دستگاه کنترل انفجار از راه دور را در اختیار سعدونی و همسرش قرار داد، آن هم در شرایطی که هر 3 نفر آنها کاملا زیر نظر پلیس لوکسامبورگ بودند. گفته می شود این عامل رژیم ایران مواد منفجره را از تهران با 1 هواپیمای مسافربری به اتریش حمل کرده است، پروازی که مملو از مسافر بود. برای سازمان امنیت ملی بلژیک جای تردیدی نیست که عاملان این حمله تروریستی تحت رهبری اسدی به دنبال کشتار بودند. جاک راس رئیس امنیت در نامه‌ای به دادستانی فدرال تاکید می‌کند طرح حمله به نام رژیم ایران و تحت هدایت رژیم ایران بوده است و ابتکار شخصی اسدی نبوده. چرا رژیم ایران می‌خواست به قلب مخالفان ایرانی در تبعید ضربه بزند؟ چون که مجاهدین خلق دشمن اصلی رژیم آخوندها هستند. مسئولان مجاهدین اطمینان می‌دهند که دستور این حمله از بالا آمده است. فرزین هاشمی می‌گوید این پرونده نمونه روشنی از تروریسم دولتی است. تصمیم در مورد این جنایت نفرت انگیز در شورای عالی امنیت رژیم ایران به ریاست حسن روحانی گرفته شده و به تصویب خامنه‌ای رسیده و با هماهنگی وزارت امور خارجه به اجرا گذاشته شد. در حالی که تحقیقات در طرف بلژیک بسته می‌شود، این پرونده در 27 نوامبر، 7 آذر در دادگاه آنتورپ مطرح و بررسی خواهد شد. این 4 تن متهم به اقدام به قتل تروریستی و مشارکت در فعالیت‌های 1 گروه تروریستی هستند. آنها ممکن است با 20 سال زندان روبرو شوند. بین 15 تا 20 شخصیت که در سال 2018 به ویلپند دعوت شدند، جزو شاکیان این پرونده هستند.